در پی انتشار خبرهایی درباره انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قضایه رژیم این انتصاب با موجی از محکومیت و ابراز انزجار مواجه شده است توجه شما را به برخی از موزگیری ها جلب کنیم آمریکا اعلام کرد انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضایه که سابقه شراکت در قتل عام دارد یک رسوایی است رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی نوشت ابراهیم رئیسی که در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی دست داشت به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی در ایران انتخاب شد این یک رسوایی است این رژیم فرایند قضایی را با مجاز شمردن محاکمه های ناعادلانه و شرایط غیر انسانی زندان مسخره می کند مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند مایک رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پیامی نوشت در سال 1988 ابراهیم رئیسی قتل عام زندانیان سیاسی ایران را تحکیم کرد چند روز دیگر او رئیس قوه قضایی خواهد شد سکوت در مورد این موضوع رژیم جمهوری اسلامی را به کشتن بیشتر مخالفان تشویق می کند مری بسلانگ مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا نیز در پیامی نوشت رئیسی از مرتکبان قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 در ایران رئیس قوه قضائیه رژیم ایران خواهد شد. سکوت درباره این امر باعث کشتن مخالفان بیشتر می شود. دبی آلدریچ از فعالان حقوق بشر نیز نوشت چگونه می شود به رژیم ایران اعتماد کرد؟ حقوق بشر ملل متحد باید این رژیم را به خاطر این انتصاب بیشتر تحریم کند.